زمین های شورزار یا زمین هایی که رسوبی هستند بر روی فلزیاب های پالسی VLF, TR, BFO, IB اثر زیادی میذارن. در ساختار کانی ها و سنگ ها هم همینطوره. در جریانی که میدان های مغناطیسی یا میدان های الکتریکی از کانی ها و سنگ ها یا شورزار هایی که عواملی برای شکل‌گیری این میدان ها هست یا رسوباتی که این میدان ها را پدید میارن، وقتی این میدان های مغناطیسی یا الکترومغناطیسی یا حتی فرکانسیاشون بر هم نیرو و فشار وارد میکنن، جریان پرفشارتری از وضعیت مغناطیسی پدید میاد که میتونه در سیستم های مغناطیسی خطای بسیار بالایی رو ایجاد کنه و نتونن به خوبی هدف اصلی یا اون فلز مورد نظر رو از شورزار، شوره ها یا از جریان وضعیتی یک سنگ و کانی تشخیص بدن. پس در هر صورت نمیتونن فلزات رو از کانی ها و سنگ ها جدا سازی کنن یا تشخیص بدن. این عامل روی همه سیستم ها حتی فرکانسی ها ایجاد خطا میکنه، ولی چون فرکانسی عدد ویدیو و ترشولد 108 دارن و اپراتور میتونه با ترشولد 108 وضعیت کانی ها رو به نسبت عدد ویدیو یا جریان شورزارها و نمک ها یا رسوبات تشخیص بده، تشخیص موقعیت با دستگاه فرکانسی کرده ویدیو و ترشولد 108 دارن به راحتی انجام میشه. ولی در مجموع این منابع میتونن خطا در نقطه زنی و مرکز هدف رو ایجاد کنن و این نوع کانی ها، سنگ ها یا جریان شوره ها یا شورزار ها یا رسوبات پدیده هایی هستن که حتی در وضعیت بین کانی ها هم شکل میگیرن. حتی در مرور زمان تجمیع اینا و تحت فشار قرار گرفتن در طول زمان موجب شده که اینا تبدیل شن به نوعی از مواد یا منابعی شبیه یک فلز و عاملی در خطا بشن. خیلی جا وقتی باران میباره ظرفیت آب زمین تکمیل میشه، اون آب زیرزمینی به سطح میاد و همراه خودش منابعی از گچها، آهکها یا رسوبات رو به سطح میاره و بعد از تابش آفتاب اون آب تبخیر میشه و لایه روی حالت رسوب یا راحت یا ببخشید حالت جریان یک وضعیت شورزار رو میگیره و میتونه دستگاه پالسی VLF, TR, BFO, IB رو به راحتی به خطا بندازه. در هر صورت نوع کار کردن در روش حرکتی در پالسی VLF, TR, BFO, IB ها برای جاهایی که زمین آلودگی داره، سنگ ها رو داره، کانی ها رو داره و شورزار هاست، امکان خطا رو بسیار افزایش میده، چون بالانس اینا در روش حرکتی یکسره از حالت عادی خارج میشه و تشخیص های اشتباه پدید میاد.